اولا اهل سپاس رئیس محترم که چون که رفتی بزرگی را در حق برادری ما مرتشتی ما و اهل فیض‌آباد که این مردی هنر این روز با یکی با میر محبت یا کرد ما یک گروه همپرسان 43 سال 47 سال با هم بودیم فقط ما را 7 ساعت یا 8 ساعتی که شب بود جدا میکرد و در روز دیگر از سهر تا بیگاه با هم بودیم و من وقتی که سال 72 از صفی خدمت حربی برگشتم و در وارد این گروه شدم از روز اول دو نفر من را بسیار خوب پیشگاه گرفتن یکی که اولاد پیش تقول بگیم و یک جایا و صفی ارمی رفته بودیم به خدمت حربی نورالله عبدالله و قیام الدین چکرزاده و سلام کردیم و گفت که از همین روز تو برادر من برادر ندارم گفتم اکا من اکا ندارم امروز شما اکایی من سالها گذشتن ما در یک اجاره می نشستیم تابستان تمام شد کرما آمد زمستان آمد بودیم در این خونه چه زندگی میکنیم این خونه که در یخ میکنیم که مردم اکر جان پروان نکنیم همه چیز میشه قد صبر و تحمل و طاقتر خونه که سر شد من از خانه یک بلتاک آوردم و یک ستیل آوردم شب یکم همه نمیدونم چکل سوالی بود که همین طرف خلو برف من هم سفیل کوری آب کردم و بالای همون پیلته ماندم خوب رفتیم من نیمی شب بود که سلطان را سلطان را اکر چی شد چی شد ای خیل چوی ادم کن سطیل جوشید بوب می شد خانه بوب کتی گرم می شد همین گرمی ها ما را باز هم به همدیگر گرمتر و گرمتر کرد تا روزی که از بین رفت و این هیچ وقت از یاد من نمیرد اینقدر نقطه سنج اینقدر نسبت رفیق برادر اینقدر مهربان بودن من دید در ترازی عقل برکشیده نمیتونم یک روز درس میخوندیم و که ما بینیم برادر ما حرف چیه کلان نوشته نمیتونستن یا شوخی میکردن شایدن نورالله عبدالله شوخی میکردن همین چه کلانم چه میده می نیستن چه میده چه میده بعد معلم بودن کنی قیام دیدن که در دفتر همون چقل رو نویسته که چه میده کنی کنی قیام می نید چقل زاده کنی تکتا در برای برا آدم رو بعد دن کنی همون چه نویس بعد قیام می فامیلیت هم نویس کنم بعد نویسن چقل رو دن قیام می دید کلان تر نویس با نیمی دوست که در نویشتن چقل رو با همون چه میده قیام می دید همون هم می توانه چه کلان نویسی از اول همون تخته تا آخری تخته چه این میده کردم به حال نگذارم بعد معلم یک خنده میتونم فرامیدین جان اگر همین چه تا فیضا بود هم نمیست چه این میده میشه گفت چه این کلام نمیست من همین که یک شوخی های یک حضل های دارتر که امروز من فکر میکنم و ما میشه و چی گفتنم و چه باید آوردنم نمیتوانم از اون که بسیار هم محفل آرا بودم و در هر یک سخن در هر یک سخن در هر یک کلمه یا در یک حرفی که اگر از دهان کسی می برامد علاقه جواب بود و اینقدر تیز جواب اینقدر حاضر جواب بودن این اکنون با گفتن بگم که هیچ عقل آدم نیست های امروز در بین ما نیستم نیکی ما همکرسا و اصلا مو اهل تئاتر هر روزی که اگر جمع شویم هستن هر روزی اگر جمع شویم در اون پردازخانه ما اولا یادی قیام الدین پیش نظر می آید چهره ای رو پیش نظر می آید و یاد میکنیم که هم بالا اگر هم قیام الدین می شد یک شکری می کرد با زخم می نشستن سفر می کردیم می گفتیم اوه اگر عوض قیام الدین می شد با سفر چکر رفته رسیده نمانه نمی دانستیم که چکر ما رسیدیم همینطور بزرگان در پهلوی مایم بزرگان با مایم و بعضا میشد که ما
حس نمیکنیم که بزرگی از ما در پهلی ما بزرگ است. و بعضاً روان میرویم فکر نمیکنیم یا پیش نظر نمیرویم که در پهلی ما همان بزرگی که ما با ما بود با ما همیشه نفس میکشیم نیست. و من علی خصوص از خودم برایم رو به سوی تئاتر میکنم، میگم حاضی از دروازه میدارم از پیشی من قیامدین چکل و احمدشو و رفتشوی رو دارم اونه که بچه 3 سال با هم نفس کشیم میبرم میگم الله ها اگر قیامدین میشه حاضی خانه میرفتیم او چه جا یک کرو تو کن قیامدین بودم میرسیدن تئاتر در میرسن قیامدین همین سلطان رو همین بفیرم هوا همیش که خروت ها باشد، شکر ها باشد، چکار کنم؟ میرید، منم من جواب میدارم، جواب میگیتم، منم خانه من اینسار بشتم راستی سار میرفتم، میامده که وقتی ساعتی معاینه شده که ساعت 1 اگر در ماشین قیامدین 3-4 نفر در خانه من حاضرم سری طبقه خروت ها و این روز من دست دراز میکنم به طبقه خروت ها در پردان قیامدینه نمیستم میبینم قیامدین نیست، دیگرش نیست. و ما در همین دوره ناشده های این کسلی بسیار بزرگ را از دست داریم. علاقه از تئاتر ما یعنی هم 10-11 نفر کار کردن دارن، حق نکردن ما را گذاشتن به خودشان رفتن. یادشان بخیر، یادت بخیر برادری عزیزم امیدی ما را تنها مونده رفتیم. سلام دوستان.